به نام خدا. جلسه بعد از چهار جامدی که در کتاب درسیتون وجود داره دو نوعش رو بررسی کرد، جامدات ایونی و جامدات فلزی رو بررسی کرد. در جامدات ایونی پیوند ایونی وجود داشت و در جامدات فلزی هم پیوند فلزی وجود داشت. اما جامدات مولکولی و جامدات کووالانسی، ببینید هر مولکولی که در ذهن شما شکل میگیره این مولکول میشه یک جامد مولکولی. H2O یک جامد مولکولیه. شاید بگید خب H2O که مایع است. بله، وقتی منجمدش میکنه میشه یخ، یخ یک جامد مولکولیه. CO2 گازی یک جامد مولکولیه. وقتی که شما منجمدش میکنه میشه یخ خوش، CO2 جامد یک جامد مولکولیه. بین دو جامد باقی مانده، جامد مولکول، جامدات مولکولی و جامدات کووالانسی، یک تشابه بزرگ وجود داره و یک تفاوت بزرگ وجود داره. تشابه بزرگ اینه که در هر دو تای اینها اتم وجود داره و بین اتم ها پیوند کووالانسی هست. اما در جامدات مولکولی واحد مستقلی به نام مولکول داریم. یک تعداد معین اتم آمدن با همدیگه پیوند کووالانس دادن و یک مولکول رو ایجاد کردن. اما در جامدات کووالانسی واحد مستقلی به نام مولکول وجود نداره. در واقع در جامدات کووالانسی همه اتم ها به هم متصلند و یک شبکه قولاسای بزرگ و سه‌بعدی رو ایجاد کردن که ما به اون شبکه قولاسای بزرگ و سه‌بعدی میتونیم بگیم یک مولکول بزرگ. پس در جامدات مولکولی فقط و فقط واحد مستقلی که نام مولکول وجود داره و در بقیه وجود نداره. خب در جامدات مولکولی مولکول‌های مختلفی رو ما داریم. مثلا میگیم CO2 یک جامد مولکولیه، H2O یک جامد مولکولیه، F2، Cl2، Br2، I2، اینها همه اگر به حالت جامد در بیان همشون جزء جامدات مولکولی طبقه بندی میشن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که HCl رو هم به این مجموعه اضافه کنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که این مولکول‌هایی که ما داریم مثال می‌زنیم بعضی‌هاشون ذاتاً قطبی‌اند، بعضی‌هاشون ذاتاً قطبی نیستند. یعنی مولکول‌های مثل CO2 اصلاً قطبی نیستند، مولکول‌های مثل I2 اصلاً قطبی نیستند، اما مولکول‌های مثل HCl اینها ذاتاً قطبی‌اند. یا مولکولی مثل آب، این مولکول ذاتاً یک مولکولی چیه؟ قطبیه. در HCl سمت کلر منفیه، سمت هیدروژن مثبته، پس مولکول ما میشه مولکول HCl. اگر دو تا مولکول HCl کنار هم قرار بگیرن، بین این دو تا مولکول یک جاذبه دو قطبی شکل میگیره که این جاذبه دو قطبی تو طبقه بندی ها جزو نیروهای واندروالسی خواهد بود. در I2 دو تا ایون به هم متصل شدن و مولکول I2 درست شده. اما این مولکول ذاتاً قطبی نیست به واسطه این که در این ساختار تقارن وجود داره. هر مولکولی که در ساختارش تقارن داشت اون میشه یه مولکول ناقطبی. در I2 تقارن وجود داره، این ور پیوند با اون ور پیوند هیچ فرقی نمی کنه. خب مولکول هایی که ذاتاً قطبی نمی باشند میتونن موقتاً قطبی شوند. یعنی I2 موقتاً قطبی میشه که اگر موقتاً قطبی بشه که میشود اون موقع بهش میگن دو قطبی القایی.
پس یه مولکول با قطبیت دائمی مثل هارسیه، یه مولکول با قطبهای لحظه‌ای. پس آیدو یه مولکولیه که موقتاً قطبی شده و بهش میگن دو قطبی القایی یا دو قطبی لحظه‌ای. بین آیدو با آیدو جاذبه‌ای که وجود داره بهش میگیم جاذبه دو قطبی القایی، دو قطبی القایی. این دو قطبی القایی هم جزء کدوم جاذبه ها تقریباً میشه؟ نیروهای واندروالز. اما این جاذبه یه اسم خاص هم داره. این جاذبه یه اسم خاص هم داره. بهش میگن نیروهای لندن. لندن یه نمونه واندروالزه. ما سه نمونه واندروالز داریم. واندروالز بین مولکول قطبی با قطبی، واندروالز بین مولکول دو قطبی القایی با دو قطبی القایی، واندروالز بین مولکول قطبی و دو قطبی القایی. که این نمونه واندروالز اسم خاص داره، بهش میگن نیروی لندن. در واقع به هر سه تا نیروی واندروالز ما سه تا اسم خاص نسبت میدیم، دبای، اثر کیسون و نیروی لندن. اما شما فقط بخواهد در کتاب درسیتون یه جاهایی لندن رو مشاهده میکنید و بقیه رو بهش کاری ندارید. پس ما در جامدات مولکولی واحد مستقلی به نام مولکول داریم. یه تعداد معین اتم اومدن به هم متصل شدن، یه ذره رو درست کردن به نام مولکول. مولکول در واقع کوچکترین جزء از یک ماده است که ویژگی های اون ماده رو میتونه توجیه کنه. مثلا من نمیتونم برای آب بیان بگم که خب اوهاش باشد مولکول آب. این اوهاش نمیتونه ویژگی های آب رو توجیه کنه. پس مجبورم بخشی رو، جزئی رو با عنوان مولکول انتخاب کنم که اون جزء بتونه ویژگی های اون ماده رو توجیه کنه. مثل سلول واحد که ما در ترکیبات بلوری راجبش جلسه قبل صحبت کردیم. خب اما بین مولکول های آب جاذبه دیگری وجود داره که این جاذبه اگر بخوام به طور کلی صحبت کنیم، این جاذبه همیشه دو قطبی، دو قطبی. اما به این مدل دو قطبی میگن پیوند هیدروژن. یعنی میخوام اینو بگم که همه ی جاذبه ها دو قطبی دو قطبی هم. اما بعضی هاشون شرایط تشکیل پیوند هیدروژنی رو دارند، اون جاذبه دو قطبی دو قطبی اسمش میشه هیدروژنی. اما یه جاذبه دو قطبی دو قطبی شرایط هیدروژنی رو نداره، بهش میگه واندروالزی. پیوند هیدروژنی رو ما چطوری تعریف میکنیم؟ پیوند هیدروژنی رو چطوری توضیح میدیم؟ ببینید وقتی که هیدروژن به O، به F یا به N، اگر هاش به یکی از اینها وصل باشه، اون مولکول شرایط تشکیل پیوند هیدروژنی رو داره. خب ما به اینها میگیم اتم های الکترونگاتیو. اتم الکترونگاتیو به اتمی گفته میشه که خصلت نافلزی در اون زیاده، یعنی تمایلش برای گرفتن الکترون بسیار زیاده. ما در جدول ترابوبی چهار تا عنصر داریم که نسبت به بقیه نافلزترن، اما تو این چهار تا کلور هم هست، O، F و N و کلور. اما تو این چهار تا، این سه تا چون شعاعی کوچکتری دارن، اینا هر کدومشون دو لایه دارن، در حالی که کلور سه لایه داره. اینا چون دو لایه دارن، جاذبه تأثیرش روی الکترون های لایه آخر بیشتره. یعنی اگه قرار باشه که اینها کشندگی ایجاد کنن برای کشیدن الکترون، اینها کشندگیشون بیشتر از کلور خواهد بود، چرا که در کلور به دلیل شعاع بزرگ طول پیوند افزایش پیدا میکنه. خب وارد اون جزئیات نمیشیم، تو کتاب درسی تو نیست، فقط همین ستا رو یاد میگیریم. بخوام تو ذهنمون بمونه میگیم هاش او، هاش اف و چی؟
آشته. حالا پیوند هیدروژنی رو من اینجوری تعریف میکنم، میگم هاش متصل به یک اتم الکترونگاتیو، جاذبه ای رو بر اتم الکترونگاتیو مولکول دیگه وارد میکنه. چرا هاش متصل به او میتونه جاذبه ای رو بر اوی مولکول دیگه وارد کنه؟ چون این هاش بار مثبتش بسیار زیاده. چرا هاش بار مثبتش زیاده؟ برای اینکه الکترون های پیوندی شدیداً به سمت او کشیده شدن، آنقدر او تمایلش برای گرفتن الکترون زیاده که اطراف هیدروژن ما با کمبود بار الکترونی کمبود الکترون مواجه میشیم و بار مثبت زیاد میشه. روی این مولکول آب هم داستان همینه و میدونیم هر مولکول آب دو جفت الکترون آزاد داره، پس هاش متصل به اتم الکترونگاتیو از یک مولکول جاذبه رو بر الکترون های اکسیژن دیگه وارد میکنه. این جاذبه قوی باعث پیدایش پیوند میشه به نام پیوند هیدروژنی. آیا پیوند هیدروژنی قوی تر از واندروالسه؟ به طور کلی بله، اما موارد استثناء وجود داره. در پیوند واندروالس قدرت به چی بستگی داره؟ به جرم و حجم. یعنی هر مولکولی که جرم و حجم زیادتر میشه قدرت واندروالسش هم بیشتر میشه. شما بین این چهار تا هالوژن دقت کنید، اگر من تصور کنم که این آیدو باشه، این بیاردو باشه، این سیلدو باشه و این هم افدو باشه، ما از بالای گروه که داریم میریم به سمت پایین گروه مشاهده میکنیم که اتم داره بزرگ میشه، شعای اتم داره زیاد میشه. شعا که زیاد میشه حجم مولکول هم زیاد میشه. شعا که زیاد میشه طول پیوند هم، یعنی فاصله دوتا هسته هم زیاد میشه. مولکول های F2, Cl2, Br2, I2 اینها قطبی نیستن، اما میگیم برای لحظه میتونن قطبی بشن. الکترون های پیوندی احتمال حضورشون کجا بیشتره؟ میگیم الکترون های پیوندی احتمال حضورشون در بین دو هسته بیشتره. اما این احتمال وجود داره که الکترون برای لحظه کوتاه بیاد یک طرف مولکول، الکترون برای لحظه کوتاه بیاد یک طرف مولکول. اگر الکترون بخواد برای لحظه کوتاه بیاد یک طرف مولکول، کجا راحت تر میتونه جا به جا بشه؟ در آیدو راحت تر جا به جا بشه. چرا؟ چون هسته ها دورتر از الکترون ها هم و جاذبه هسته ها بر الکترون ها کمتره و این باعث میشه که آزادی و تحرک این الکترون ها بیشتر بشه. در واقع بین F2, Cl2, Br2, آیدو چی راحت تر قطبی میشه؟ آیدو. کی قطبیتش بیشتره؟ آیدو. پس حجم و مولکول وقتی زیاد میشه روی قطبی شدن اثر میذاره. مولکولی راحت تر و بیشتر قطبی میشه که حجم تره و جرمش بیشتره. ما تو کتابای درسی اینجوری نمیخونیم، ما فقط همینقدر میخونیم هر که حجمش و جرمش بیشتره نیروی واندروالسش و بیتره بیشتره. دلیلش نمیخونیم، ولی دلیلش من به شما گفتم، هر که حجمش بیشتره راحت تر و بیشتر قطبی میشه، قطبیت در اون بیشتره. آیدو به اندازه ای نیروی واندروالسش قوی تره که حالت فیزیکیش میشه جامد. آب مایع است، آب مایع است، پیوند هیدروژنی داره، یود جامد نیروی واندروالس داره. الان نیروی واندروالس از نیروی هیدروژنی چی شده؟ قوی تر شده.
پس موارد استثناء وجود دارند که ما بتونیم بگیم که بعد واندرباس از هیدروژنی چیه؟ قوی تر هست. پس یک مرور کلی داشته باشیم. در جامدات مولکولی واحد مستقلی به نام مولکول داریم، اما این مولکول ها میتونن قطبی باشن یا میتونن قطبی نباشن. در جامدات مولکولی بین مولکول ها دو نوع جاذبه وجود داره، یا جاذبه واندربالسه یا جاذبه هیدروژنیه. اگر مولکولی شرایط هیدروژنی رو داشت، خب جاذبه بین مولکولیش میشه هیدروژنی. اگر مولکولی شرایط هیدروژنی رو نداشت، جاذبهش میشه واندروالسی. الان HCl هم واندروالسه، آیدو با آیدو هم واندروالسه، اما این واندروالس میشه دو قطبی اروایی، دو قطبی اروایی. این واندروالس میشه دو قطبی، دو قطبی. که این نمونه واندروالس اسم خاصی داره تحت عنوان نیروهای لانده. قدرت نیروی واندروالس به چی بستگی داره؟ به جرم و حجم بستگی داره. هر ماده‌ای که جرم و حجمش بیشتره، نیروی واندروالسش هم بیشتره. آیا همیشه هیدروژنی از واندروالس قوی‌تره؟ نه. موارد استثنایی داریم که نیروی واندروالسشون از هیدروژنی چیه؟ قوی‌تره. مثل آیدو و مثل چی؟ آشو. موارد دیگری هم وجود داره، اما از کتاب درسی شما این موارد رو حذف کردن و فعلا ما با اونها کاری نداریم. تو وقتی حالا اگر تایم اضافه داشتیم راجع به اونها صحبت کنیم کرد. بریم سراغ جامدات کووالانسی. در جامدات کووالانسی هم واحد سازنده اتمه، اما با این تفاوت که در ساختار جامدات کووالانسی دیگه ذره‌ای به نام مولکول وجود نداره، بلکه یک شبکه سه‌بعدی پولاسا داریم که همه اتم‌ها با جاذبه‌های قوی واندروالسی به هم چی شدن؟ متصل شدن. اگر برای جامدات کووالانسی بخوام مثال بزنم، الماس بهترین مثال و آشناترین مثال برای جامدات کووالانسی هست. به جز الماس ما جامدات کووالانسی دیگری هم داریم، مثل سیلیس، مثل عنصر سیلیسیوم، مثل گرافیت. اینها همه جزء جامدات کووالانسی طبقه بندی میشن. در واقع علتی که بهشون میگیم جامد کووالانسی اینه که تنها جاذبه ای که بین ذرات اینها یعنی اتم ها وجود داره همون جاذبه کووالانسی هست. یه استثنایی هم داریم به نام گرافیت که راجع به اون صحبت خواهیم کرد. پس من در جامدات کووالانسی میرم سراغ دیگر شکل‌های کربن که یکی از این دیگر شکل‌ها الماسه و دیگری چیه؟ گرافیته. میخواییم ببینیم الماس چطوری به وجود میاد، گرافیت چطوری به وجود میاد. کربن با عدد اتمی 6 میشه 1s2 2s2 2p2. کربن تو لایه بالانسش، لایه آخرش، همونجوری که مشاهده میکنید 4 تا الکترون داره. در کتاب درسی شما اوربیتال ها حذف شده، ولی من مجبورم اینجا یه اشاره به اوربیتال ها بکنم. ما یه لایه اصلی داریم، یه زیر لایه داریم و باز زیر لایه به بخش های کوچکتری تقسیم میشه به نام اوربیتال. پس لایه اصلی کوچولو میشه به زیر لایه و زیر لایه باز کوچولو میشه به اوربیتال. یعنی هر کدوم زیر مجموعی از دیگری. اوربیتال زیر مجموعی از زیر لایه است، زیر لایه مجموعی از لایه اصلی. همونجوری که مشاهده میشه کربن در لایه بالانسش 4 تا الکترون تک نداره، در حالی که همیشه به ما میگن کربن در لایه بالانسش 4 تا تک داره و 4 تا پیوند کووالانس میده. نه خیر، کربن در آرایش معمولیش 4 تا الکترون تک نداره. کربن
دو تا ظرفیت داره، ظرفیت دو داره و ظرفیت چهار داره. از ظرفیت دوی خودش با این آرایش معمولی استفاده میکنه. پس این آرایش معمولی در واقع ظرفیت دوی کربن رو داره به ما نشون میده. ظرفیت دو رو کجا استفاده میکنه؟ در کربن مونوکسید استفاده میکنه. پس تنها جایی که ما در کتاب درسیمون ظرفیت دو رو برای کربن میبینیم توی ترکیب کربن مونوکسیده. ساختار کربن مونوکسید اگه من رسم کنم متوجهش میشید داستانش چیه. ببینید دقیقا من همین آرایش الکترونی رو برای کربن میگذارم. کربن یه جفت داره، دو تا تک داره و یک اوربیتال خالی داره. ببینید دیگه زیلای پی یکی از اوربیتالاش خالیه. اما اکسیژن چجوریه؟ اکسیژن دو تا تک داره و دو جفت داره. در واقع اکسیژن تو لایه بالانس 6 تا داره. خب این تک با این تک میشه یک پیوند، این تک با این تک میشه دو پیوند و اما پیوند سومی هم داریم، چون در سی او پیوند سگانه است. اون پیوند رو بهش میگن پیوند داتیو، اما داتیو نمیخونید. پس مجبورم اسمش رو عوض کنم، میذارم کووالانس یک طرفه. در کووالانس یک طرفه هر دو تا الکترون پیوندی رو یک اتم تامین میکنه. یک اتم هیچی نمیذاره، یک اتم هر دو تا رو تامین میکنه. اتمی که هیچی نمیذاره باید اوربیتال خالی داشته باشه و اتمی که هر دو رو میذاره باید جفت الکترون آزاد داشته باشه. خب ما میگیم ظرفیت کربن دویه. ظرفیت رو چی تعریف میکنی؟ تعریف ظرفیت چیه؟ نه خیر، الان کربن لایه آخرش 4 الکترون داره، ظرفیت کربن اینجا 4 دویه. ظرفیت میشود تعداد الکترون هایی که یک اتم برای تشکیل یک ترکیب به اشتراک میگذارد. الان در اینجا همونجوری که مشاهده میکنیم کربن فقط دو تا الکترون چه کرده؟ به اشتراک گذاشته. خب اما ظرفیت 4ش چطوری درست میشه؟ ظرفیت 4 با برانگیخته شدن درست میشه. از این اوربیتال پر یک الکترون میره تو اوربیتال خالی، پس در واقع میشه یک S2 2 S1 دو پی سه. حالا میتونیم بگیم که کربن، حالا میتونیم بگیم که کربن چند تا الکترون تک داره؟ 4 تا الکترون تک داره. خب برید سراغ الماس و گرافیت ببینیم ساختارشون چجوریه. در ساختار الماس هر کربنی از طریق اتصال با 4 تا کربن میاد 4 تا پیوند به کووالانس تشکیل میده. یعنی کربن در الماس از همه این 4 تا تک الکترون خودش برای ایجاد 4 پیوند کووالانسی استفاده میکنه. دقت کنیم، اگر کربنی رو من قرار به عنوان اتم مرکزی بگذارم و در اطرافش کربن‌های دیگه قرار بگیرم، ما بخوایم شکل فضایی چنین مولکول هایی رو رسم کنیم، به شکل فضایی اونها میگن چهار وجهی یا هرم مثلث القاعده. یه مقدار توضیح بدم تا بهتر متوجه بشید. ببینید ما تو ساختار لوئیس چیکار میکردیم؟ میومدیم یه اتم مرکزی انتخاب میکردیم، بعد اتم های متصل رو در اطرافشون قرار میدادیم. یکی از اون مولکول هایی که ما رسم میکردیم مولکول CO2ه. این میشه ساختار لوئیس مولکول CO2. یکی از مولکول هایی که ما رسم میکردیم مولکول SO3ه. این میشه شکل مولکول SO3.
اوسه. یکی از مولکول هایی که رسم میکرد مولکول سی هاش چهار بود. مولکول سی هاش چهار یکی از ترکیباتی که رسم میکردی هاش سی ام بود. یکی از ترکیباتی که رسم میکردی ب سی ال سه بود که متاسفانه در این ساختار بور به آرایش هشتایی پایدارش نمیرسه. خب اشکالی نداره، بعد اینجوری خودش رو جمع جور میکنه به آرایش هشتایی پایدار میرسه. من میخوام با مفهومی شما رو آشنا کنم که بهش میگیم قلمروی الکترونی. قلمروی الکترونی به چی میگم؟ قلمروی الکترونی به فضای اطراف اتم مرکزی میگن که الکترون وجود داره. الان در مولکول CO2 اطراف کربن دو تا قلمروی الکترونی داریم. یک قلمروی الکترونی سمت راسته، یک قلمروی الکترونی سمت چپه. پیوند دوگانه رو با یک قلمرو می‌دونیم. ما کاری نداریم که داخلش چند تا الکترونه. ما جایی که الکترون وجود داره رو می‌گیم قلمروی الکترونی. می‌خواد دوگانه باشه، می‌خواد سه‌گانه باشه، می‌خواد یکگانه باشه. الان اطراف اتم مرکزی در مولکول CO2 ما دو تا قلمرو داریم. این دو تا قلمرو در واقع کدوم پیوندها میشن؟ کربن دوگانه او، کربن دوگانه او، دو قلمرو. اطراف کربن در هایسین ما دو قلمرو داریم. یه بار سگانه، یه بار یکگانه. خوب کاری بهش نداریم. تبارون داره یا نداره من کاری ندارم. برام قلمرو مهمه. اطراف گوگل در مولکول SO3 ما سه قلمرو داریم. دو تا ساده یه دوگانه. اطراف بور ما سه قلمرو داریم. اطراف کربن چهار قلمرو داریم. حالا بر اساس اینکه قلمروها دو تاین، سه تاین یا چهار تاین، ما شکلها رو میتونیم توضیح بدیم. اگر شما اطراف اتم مرکزی دو قلمروی الکترونی داشته باشید، میگن شکل مولکول خطیه. یعنی همه اتم ها در یک راستا و در یک خط وجود داره، بالا پایین نیستن، همه توی یک خط هم. اگر اطراف اتم مرکزی سه قلمروی الکترونی باشه میگن شکل سه ضلعی مسطحه. یعنی یه مثلث تصور کن روی کاغذ، یه مثلث تصور کن روی تخته. الان اینجوری میتونید تصور کنید این اتم مرکزی و اتم های دیگه بهش وصل شدن. اگر گوشه ها رو بیاریم به هم دیگه وصل کنیم این دقیقا میشه یک چی؟ مثلث. به این میگن سه‌ضلعی مسطح. و اگر شما اطراف اتم مرکزی چهار قلمروی الکترونی داشته باشیم بهش میگیم چهار وجهی. چهار وجهی رو چطوری تصور کنم؟ من از این ماژیک ها کمک میگیرم و دونه دونه اینها رو براتون نشون میدم. فرض کنیم با دو تا قلمرو داشته باشیم در مولکول CO2. کربن وسط، این یه CO، این یه CO، باید مشابه هم باشه. فرض کنم مشابه هم هستن. برای ساختار لوئیس این شکل درسته، این شکل هم درسته. اما وقتی میگیم آقا شکل فضایی چجوریه، شکل هندسی چجوریه، حتما باید قلمروها طوری قرار بگیرن که نزدیک به هم نباشن، چون الکترون وجود داره. شما الان میگین CO دوگانه یعنی چهار تا الکترون. این CO هم دوگانه، چهار تا الکترون، چهار تا الکترون باید دافعه ایجاد میکنن. پس بهترین شکل اونیه که دافعه به حد اقل برسه. من چطوری دو تا CO رو اطراف کربن بذارم که دافعهشون به حد اقل برسه؟ اینجوری. اینو بهش میگم مدل خطی. مثلا وسط کربونه، دوگانه او، دوگانه او. پس هر مولکولی که
اطراف اتم مرکزیش دو تا قلمرو بود، پایدارترین شکلش میشه شکل خطی. خب اومد اینا سه تا قلمرو بود مثل SO3، این سه تا قلمرو بازم اینا به هم نزدیکن، اینا به هم نزدیکن، با هم زاویه 90 دارن، دافعه ایجاد میشه. من چجوری اینا رو قرار بدم که دورترین فاصله رو بگیرن و دافعشون کم بشه؟ این یه خورده خمش کنه، اینه یه خورده خمش کنه. در واقع این میشه مولکول SO3. این مسطحه، یعنی روی کاغذ قرار میگیره. این بالاتر از دیگری یا پایین تر از بقیه نیست، همه روی یه صفحه قرار دارن. S دوگانه و ساده و ساده. دقت کنید بین دوگانه و ساده هیچ فرقی وجود نداره. من موقعی که شکلی رو رسم کردم میتونستم دوگانه رو بذارم اینجا، ساده رو اینجا، یا دوگانه رو بذارم اینجا، ساده رو اینجا، یعنی چرخش داره، پس همه به یک نسبت ساده و دوگانه. خب این برای سه قلمرو که بهش میگیم سزنی مسطح. خب حالا اگه اومدیم و قلمروهاشو چهار تا مثل مولکول CH4، این هم چهار تایه، این چهار تا با هم دافع دارن چون به هم نزدیکن. خب چیکار کنم که دافع اینا کم بشه؟ میام سه تا رو مثلث مسطح میذارم، یه دونه رو میذارم بالا، نشون این حال با بقیه دافعه داره، پس باید شکل رو بازم تغییر بدیم طوری که اینها در دورتری فاصله نسبت به هم قرار بگیرن، چون پیوند یعنی الکترون، الکترون با الکترون دافعه. خب چجوری قرارش بدیم؟ اینا رو یه خورده خمشون میکنم به سمت پایین، این ستا که مثلث مسطح بودن خمشون میکنم به سمت پایین، و حالا اینو در بالا قرار میدم. این شکل رو بهش میگن هرم مثلث و قاعده. این قاعده یک مثلثه و اگر همه رو بیان بالا بس کنیم میشه یک چی؟ چهار وجهی. یک وجه پایینه، سه تا وجه هم در طرفین وجود داره. پس مولکول هایی که اطراف اتم مرکزیشون چهار تا قلمرو دارن میتونن شکلشون بشه چی؟ چهار وجهی. البته چهار وجهی کامل داریم، چهار وجهی ناقص داریم، پس دیگه داره بگید که قلمروها مشابه باشن یا مشابه نباشن. بخوام همین شکل رو با دست نشون بدم، در واقع این میشه سه تا قلمروی پایینی و این میشه قلمروی بالایی. حالا رو تخته رسمش میکنم. قبل از اینکه رو تخته رسمش کنم یه بار دیگه این تجسم فضایی رو داشته باشید. دقت کنید از این چهار تا قلمرو یا چهار تا پیوند همیشه دو تاش رو صفحه هست، فقط دو تا رو تو میتونی رو صفحه نشون بدی. من الان یه چرخش انجام میدم، این چرخش الان این قرمزه و این آبی سمت راست تصویرش ها سمت چپ ببینید، این دوتا فقط رو صفحه هم. این یکی به شما نزدیکه جلوی صفحه، این یکی مشکی پشت صفحه است، از شما چیه؟ دوره. پس وقتی چهار تا قلم رو داشته باشه دیگه مسطح نیست. این سه این در واقع در سه بعد وجود داره، ایکس و ایگرگ و زد، یکی به ما نزدیکی یکی دوره، دوتا رو صفحه قرار میگیرن. حالا اینو موقع رسم شکل من رعایت میکنم. خب میخوام ساختار CH4 رو رسم کنم. برای رسم ساختار CH4 برمین رو پاک کنم. خب کربن رو میذارم به عنوان اتم مرکزی، یه قلم رو اینجا دارم، یه قلم رو اینجا دارم، یه قلم رو اینجا دارم، یه قلم رو هم بالا دارم، هاش 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 و هاش. اونی که پشته و از ما دوره با نقطه چین نشونش میدیم، با چی نشون میدیم؟ نقطه چین دوره. اونی که به ما نزدیکه یه خورده پررنگش میکنم، با یه مثلث مانند نشون میدم. حالا اگر بخوایم رأس ها رو به هم دیگه وصل کنیم اون چهار بچی بودن قشنگ حس میشه. پس یک دو
سه، چهار، پنج و این هم شیش. بهش میگن هرم مثلثون قاعده یا چهار وجهی. چهار تا وجهش رو داریم ببینید دیگه. یک وجه زیره، یک وجه اینوره، یک وجه اینوره، یک وجه هم پشته. پس مولکول ها شکلاشون در حد کتاب درسی شما، مولکول ها شکلاشون یا میشه خطی، یا میشه مثلث مسطح، و یا میشه چی؟ چهار وجهی. اینجا الان این چیه؟ چهار وجهیه. خب بریم ادامه درس رو پی میگیریم. داشتین راجع به جامدات گوارانسی صحبت میکردیم. راجع به جامدات کووالانسی صحبت میکردیم و دو نمونه رو گفتیم، الماس و گرافیت. بریم ببینیم که الماس ساختارش چجوریه و گرافیت ساختارش چجوری هست. در الماس کربن از هر چهار تا تک الکترون برای ایجاد چهار پیوند کووالانس با چهار اتم کربن دیگه استفاده میکنه. خب اگه کربن قرار باشه چهار پیوند کووالانس همزمان با چهار تا اتم کربن دیگه بده، و ساختارش میشه چهار وجهی، یعنی مثل متان که چهار وجهی بود، اتم های کربن هم در الماس ساختار چهار وجهی دارن. پس یک کربن بالا، یک کربن سمت چپ، یک کربن در واقع دورتر از ما، یک کربن ما نزدیکتر، و یک کربن هم در این سمت قرار میگیره و این همینجور ادامه پیدا میکنه. یعنی خود این کربن هم باز با چهار تا کربن دیگه همزمان میاد پیوند کووالانس میده و همینجور میبینیم حفره‌های شیستری در کل ساختار الماس مشاهده میشن. شکلی که در واقع تو صفحه فکر میکنم 69 چنده؟ 9 یا 8؟ 9. 69 کتاب درسیتون وجود داره. شکل سمت چپ الماس رو داره برای ما چیه؟ نشون میده. پس در الماس حفره‌های شیستری وجود داره و هر کربن چهار تا پیوند کووالانس میده. ساختار کربن چهار وجهیه. دقت کنید به این دو تا جمله‌ای که گفتم. کربن ساختار چهار وجهی دارد و در الماس حفره‌های شیستری. این دو تا همیشه میاد دانش آموزها اشتباه میکنن، میگن نه حفره شیستری نیست که ما میگیم چهار وجهی. آقا کربن چهار وجهیه، حفره ای که اینجا ایجاد شده این حفره شیستریه. پس حواستون باید بهش باشه که این حفره 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا زل داره، پس میشه یک حفره چی؟ شیستری. الماس بسیار سخته. علت سخت بودنش هم به خاطر پیوندهای قوی کووالانسه که در کل این شبکه شما دارید مشاهده میکنید. رسانای جریان الکتریسیته یا رسانای الکتریکی ندارد. اجسام در چند حالت رسانای الکتریکی دارند؟ بتونن الکترونش راحت بزنن جا بجا. در چند حالت؟ دو حالت. شما نزاد یا الکترون آزاد یا ایون آزاد. پس اجسام در دو حالت رسانا میشن، یا در شبکهشون، در ساختارشون، نه یک شبکه، در ساختارشون الکترون آزاد داشته باشن و یا یون آزاد داشته باشن. مثلا NaCl محلول در آب رسانای چون یون آزاد داره، اما فلزات رسانای چون الکترون آزاد دارن. در الماس کربن ها هیچ کدوم الکترون آزادی ندارن، همه رو تو پیوند کووالانس خرج کردن، به همین دلیل رسانای جریان الکتریسیته نیستن. اما رسانای گرما هستن. خب چطور میشه که رسانای گرما؟ به خاطر پیوند کووالانسی که در کل شبکه وجود داره. ما
ما در کتاب های نظام قدیم میخونیم و میخوندیم الان که دیگه حذف شده، وقتی که دو تا اتم میخوان با هم پیوند کووالانس بدن، اتم ها میان در هم فرو میرن، هم پوشانی میکنن و پیوند کووالانس درست میشه. تا یه حدی هم پوشانی میکنن، تا اون حدی که هسته ها نیروی دافعهشون خیلی زیاد نشه. مثلا وقتی دو تا اتم هیدروژن، این هسته یک هیدروژن یک پروتون، یه مدار یک الکترون، این هسته یه پروتون، یه مدار یک الکترون، اینها اگه بخوام با هم پیوند کووالانس بدن، لازمش اینه که به هم نزدیک بشن و هم پوشانی کنن، یعنی ابرهای الکترونیشون در هم فرو بره. اما این نزدیک شدن تا یه حدیه که اون حد میشه همون طول پیوند. از این حد جلوتر نمیتونن برن. خب اگر از این حد جلوتر برن چه اتفاقی میفته؟ نیروی دافعه زیاد میشه، دوباره برمیگردن سر جا اولشون. اگر از این حد عقب‌تر برن چی میشه؟ جاذبه اونا رو برمیگردن سر جای اولشون. پس در واقع دو تا اتم در یک پیوند کووالانس همواره نوسان میکنن، نزدیک دور، نزدیک دور، نزدیک دور، نزدیک دور. این شرکت ارتعاشی، یعنی دانشمندا میگن که پیوند کووالانس رو میتونیم بین دو اتم، پیوند کووالانس بین دو اتم رو میتونیم مثل یک فنر در نظر بگیریم که دو تا گلوله رو به هم دیگه وصل کرده. این یک گلوله، این یک فنر، یک گلوله هم این طرفه. تو میتونی این دو تا گلوله رو بکشی، فنر رو باز کنی که اگه این کار رو انجام بدی رها کنی بعد میگرد سر جای اولش. اگر هم جمعش کنی، فشردش کنی، دوباره رها کنی بعد میگرد سر جای اولش. پس در واقع پیوند کووالانس یک نوسانی رو در ساختارها وجود میاره، همون حرکت ارتعاشی که ما گفتیم. حالا اگر شما بیایی الماس رو گرما بدی، به واسطه این حرکت ارتعاشی که در کل ساختار وجود داره میتونه دست به دست این انرژی منتقل بشه و میگیم که اینها رسانه‌های گرمایی هستن. اما گرافیت، در گرافیت کربن از هر چهار الکترون برای تشکیل چهار پیوند کووالانس استفاده نمی کنه. در گرافیت کربن از سه تا الکترون برای تشکیل سه پیوند کووالانس با سه اتم کربن دیگه استفاده می کنه. خب اگه برای کربن بیاد با سه تا کربن دیگه پیوند بده، یعنی اطراف هر کربن سه قلمرویه، سه قلمرو میشه مثلث مسطح. پس در واقع میتونم بگم که یک کربن میاد چیکار میکنه؟ سه تا پیوند میده، نه اینکه بیاد مثل الماس چهار تا پیوند بده. و این داستان همینجور ادامه داره، یعنی هر کربنی در واقع همینجور که مشاهده میشه میتونه با سه تا اتم کربن دیگه پیوند بده، شکلی که در صفحه 69 دارید مشاهده میکنید. خب گرافیت نیست، سه‌بعدی نیست. بله دیگه سه‌بعدی نیست، بس دوبعدی گرافیت. سه‌بعدی مسطح است، لایه‌هاش دوبعدیه، هر لایه میشه دو بعد. چون گفتم وقتی میگیم سه‌بعدی مسطح، در سه‌بعدی مسطح همشون در یک سطح قرار میگیرن. این الان دقیقاً میتونه همین ساختار باشه که روی صفحه چی شده؟ قرار گرفته. گرافیت لایه لایه‌ایه. در واقع من گرافیت رو میتونم به این کتاب تشبیه کنم که ورقه ها روی هم قرار گرفتن و یک ضخامتی رو ایجاد کردن. هر لایه برای خودش یه مولکول بزرگه.
هر لایه برای خودش یه مولکول بزرگه. در واقع توی هر لایه شما این ساختار رو داره مشاهده می‌کنید. پس گرافیت رو میتونم تصور کنم که یک ساختاری که از لایه‌های مختلفی تشکیل شده و این لایه‌ها هر کدومشون یه مولکول بزرگه. اما همونطور که در کتاب درسیتون دارید مشاهده می‌کنید، رسم شکلش یه مقدار برای من سخته، اینجا اشاره میکنم بهش. میبینید که مثل شونه های تخم‌مرغ یا در واقع لونه زنبور میمونه که رو هم دیگه قرار گرفته، این لایه روی این لایه روی این لایه و همینجور لایه ها روی هم قرار دارن. اما دقت کنید، در گرافیت همه جاذبه ها کوبالانسی نیست. جاذبه درون لایه کوبالانسه، یعنی این کربن با این کربن با این کربن با این کربن همه با هم با پیوند کوبالانس متصل شدن، اما این لایه با لایه زیری با نیروی ضعیف واندر واکسی به هم متصل شدن. علت این که شما میتونی با مداد خیلی راحت روی کاغذ بنویسی و اثر مداد روی کاغذ باقی بمونه به خاطر همین نیروهای ضعیف واندروالسی که بین لایه‌های، وقتی شما شروع می‌کنی به نوشتن، لایه‌ها روی هم می‌لغزن، سر می‌خورن، جدا میشن و روی کاغذ اثرشون باقی می‌مونه. خیلی سال‌ها قبل از گرافیک و از زغال به عنوان بولبرنگ استفاده می‌کردن، یعنی اگر جسمی رو تو می‌خواستی جا به جا کنی و زیرش الان چرخ میذارن که بولبرنگ داره، اون موقع بولبرنگ ها زغالی بود ولی ساییده میشد و مجبور بودن دوباره عوضش کنن. فقط دلیلش هم همین که بین لایه ها نیروی ضعیف واندروالسی وجود داره. در کتاب شما گرافیت رو هم جزء جامدات کوبالانسی طبقه بندی میکنه به خاطر اینکه در هر لایه پیوند بین اتم های کربن یک پیوند کوبالانسه. در الماس همه پیوند ها کوبالانسه، در گرافیت درون لایه ها پیوند کوبالانسه، بین لایه ها نیروی ضعیف واندروالس وجود داره. در کتاب های نظام قدیم و در کتاب های دانشگاهی گرافیت رو هم جزء جامدات مولکولی میدونه هم جزء جامدات کوبالانسی میدونه. چرا جزء جامدات کوبالانسی میدونه؟ به خاطر اینکه در لایه ها پیوند کوبالانس وجود داره. چرا جزء جامدات مولکولی میدونه؟ چون هر صفحه رو یه مولکول بزرگ تصور میکنه که بین این مولکول های بزرگ نیروی ضعیف واندروالسی وجود داره، که انصافا هم درسته، ولی حالا شما در حد کتاب درسی تو یاد بگیرید، اونم کوبالانس، اینم جامد چی؟ کوبالانس. ادامه بحث رو پی میگیریم. پس تفاوت الماس و گرافیت رو متوجه شدید، شکلی که در صفحه 69 کتاب درسیتون در واقع وجود داره. اما دیگه چه ترکیباتی رو جزء جامدات کوبالانسی میان و طبقه بندی میکنن؟ سیلیس رو هم جزء جامدات کوبالانسی طبقه بندی میکنن. سیلیس ماده اصلی سازنده شیشه SiO2. ما میتونیم بگیم سیلیس خالص داریم، سیلیس ناخالص داریم. شنوماسه در واقع میشه سیلیس ناخالص، اما کوارتز در واقع میشه چی؟ سیلیس خالص. نقطه ای که وجود داره اینه که کربن و Si هر دو تا هم خانواده هستن و در گروه 14 همه جدول تناوبی وجود دارن. اما وقتی میایم طبقه بندی میکنیم، CO2 رو جزء جامدات مولکولی طبقه بندی میکنیم، SiO2 رو
جزء جامدات کوبالانسی طبقه‌بندی می‌کنیم. علت این تفاوت چیه؟ علت اینه که ما در CO2 واحد مستقلی به نام مولکول داریم، اما در SiO2 مولکولی وجود نداره. یک شبکه بلوری داریم که در اون شبکه بلوری اتم‌های Si و O با پیوندهای طبیعی کوبالانسی به هم متصل شده. بارزترین نقطه‌ای که در SiO2 وجود داره اینه که در SiO2 ظرفیت Si همچنان 4 و همونجوری که مشاهده میشه من یه بخشی رو آمدم از ساختار SiO2 نمایش دادم. در SiO2 همونجوری که مشاهده میشه پل‌هایی از SiO وجود داره. این سوال کنکور سراسری بوده، آمده بودن این وسط دوتا او بذاشته بودن که غلطه. شکل درستش همینه که اینجا رسم شده پل‌هایی از SiO در این ساختار وجود داره. همونجوری که مشاهده می‌کنید در SiO2 تمام پیوندها کوبالانسیه و در اطراف Si 4 تا قلمروی الکترونی مشاهده می‌کنید و ساختارش 4 وجهیه، در حالی که در CO2 یک مولکول مجزا داریم و نیروهای بین مولکولی باندلوارسه. کجا؟ اینجا؟ اینجا نه، Si نمیذاره. شکل کتاب درسیتون رو اگر ما بخوایم رسمش کنیم در واقع یک شیش ضلعی هست همونطوری که در کتاب درسیتون مشاهده میکنید اینجا Si، اینجا Si، 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 Si و چی؟ Si. اما اینجا O، اینجا O، اینجا O، اینجا O، اینجا هم O و اینجا هم چی؟ O. و بعد مشاهده میکنید که مجدداً هر Si باز خودش با یه اوی دیگه در ارتباط هست. در واقع همین الان این تیکه که ما اینجا نمایش دادیم، ببین این تیکه، این در واقع همینه، این الان همین. باز اینجا دوباره میشه چی؟ O و دوباره میشه چی؟ O. این وسط دیگه Si وجود نداره. خب نکته خیلی مهمی توی این شکل مشاهده میکنید، با این که شیش ضلعیه اما در هر ضلع شما چند تا پیوند دارید؟ در هر ضلع دو تا پیوند دارید. پس خیلی باید حواسمون به شکلهایی که در کتاب درسی وجود داره باشه. خب این هم به دلیل پیوندهای کوبالانس قوی که در ساختارش مشاهده میشه بسیار سخته، نقطه ذوب و جوش بسیار بالایی هم داره. مطالبی که تو این صفحات هست بسیار مهمن، با دقت خاصی اینها بررسی میشه. در صفحه 70 نقطه دیگه رو بررسی میکنیم تحت عنوان گرافه گونه به ضخامت یک اتم. در واقع گرافه، ساختار گرافیت رو من پاک کردم، گفتم گرافیت ساختار لایه لایه داره. اگر شما بتونید این ساختارهای لایه لایه گرافیت رو جدا کنید، ما به یکی از اون لایه ها میگیم گرافه. پس مثل ورقه های دفتر که روی همن، یکی از اون ورقه ها در واقع میشه چی؟ گرافه. کتاب شما یه راه بسیار ساده برای ایجاد گرافه پیشنهاد داده و
ربون که ما بیایم با چسب روی گرافیت بزنیم، بکنیم، چند بار این کار انجام بدیم تا بتونیم لایه ها رو هی از هم جدا کنیم و به یک لایه نازکی از گرافیت برسیم. یه نکته راجع به گرافیت جا موند، من اون نکته رو بگم، خیلی نکته مهمیه. آمدیم ساختار گرافیت رو رسم کردیم، گفتیم به صورت لایه لایه هست و گفتیم که از سه تا الکترون لایه والانسش برای تشکیل سه پیوند کووالانس با سه اتم کربن دیگه استفاده میکنه. اما راجع به این الکترون آخری که مونده ما صحبت نکردیم. در واقع در شبکه بلوری گرافیت هر کربنی یک الکترون آزاد یا نامستقر داره. پس علت این که گرافیت اگرچه نافلزه اما رسانایه به این دلیلی که در شبکه بلوریش اتم‌های کربن از یک الکترون در تشکیل پیوند کووالانس استفاده نکردن و اون الکترون در کل شبکه ولوی یا نامستقره و به همین دلیل گرافیت میشه چی؟ رسانای جریان الکتریسیته. این تفاوتی بود که در واقع بین الماس و گرافیت وجود داره و من باید بهش اشاره میکردم. در ادامه درس در صفحات بعدی مثال‌های متعددی رو از جامدات کووالانسی و جامدات مولکولی آورده، راجع به آب صحبت می‌کنه. راجع به آب یک نکته بسیار بسیار مهم وجود داره، اون نکته رو با هم دیگه بررسی کنیم. آب سه حالت فیزیکی گاز، مایع و جامد داره. در حالت گازی عملا میتونه بگیم پیوندی بین مولکول‌های H2O وجود نداره، یعنی اینقدر حرارت دادیم که جاذبه های بین مولکولی از بین رفته و مولکول‌ها از هم جدا شدن. اما در حالت مایع پیوند هیدروژنی بین مولکول‌ها هست، در حالت جامد پیوند هیدروژنی بین مولکول‌ها هست. اما چه تفاوتی بین تعداد پیوندهای هیدروژنی در جامد و مایع وجود دارد؟ تعدادشون یکی ها؟ نه، در جامدات در یخ هر مولکول آب همزمان با چهار تا مولکول آب دیگه داره پیوند هیدروژنی تشکیل میده، اما در مایع بین دو تا سه تا مولکول آب با یه مولکول آب به دو یا سه تا مولکول دیگه پیوند هیدروژنی میده. اگه قرار اون هر چهار تا رو تشکیل بده که میشد یخ. پس تعداد پیوندهای هیدروژنی که آب در حالت مایع با سایر مولکول ها تشکیل میده کمتره نسبت به یخ. اگر مولکول آب رو رسم کنیم، مولکول آب دو تا پیوند OH داره و بر روی هر او یک جفت الکترون آزاد هم وجود داره. با یکی از این هیدروژن ها یک پیوند هیدروژنی میده با مولکول آب دیگه. در واقع هاش متصل به اتم الکترونگاتیو از یک مولکول جاذبه رو بر اتم الکترونگاتیو دیگه وارد میکنه، یا بهتر بگیم هاش بار مثبتش اونقدر زیاده که جاذبه رو بر الکترون‌های آزاد اوی مولکول دیگه وارد میکنه و باعث پیدایش پیوند هیدروژنی میشه. از این طرف هم مولکول‌های آب مجدداً میتونن با این هاش پیوند هیدروژنی بدن، با جفت الکترون‌های آزادشون هم پیوند هیدروژنی میدن و همونجور که مشاهده می‌کنید در حالت جامد یا همون حالت یخ هر مولکول آب در واقع میتونه با چند تا مولکول آب پیوند هیدروژنی بده، با چهار تا مولکول آب میتونه پیوند هیدروژنی بده. افزایش حجم یخ هم موقع انجماد آب در واقع به خاطر همین ساختارهایی که وجود میاد، حفره‌های
شیش زلی در این ساختار ایجاد میشه و این حفره های شیش زلی یک انبساط حجمی رو در یخ به وجود میاره. ولی وقتی که یخ رو ما مجدداً ذوبش میکنیم، این کاهش حجم رو داریم، دوباره کاهش حجم، افزایش حجم داریم. یخ وقتی ذوب میشه اول کاهش حجم، دوباره یک افزایش حجم رو خواهیم داشت. علت اینه که اول یخ رو ذوب میکنیم تا دمای 4 درجه حجم کم بشه، اینه که لایه های سطحی که ذوب میشن، اون مولکول های آب میرن تو حفره ها قرار میگیرن، یعنی میرن حفره ها رو پر میکنن. به همین دلیل ما با یک کاهش حجم مواجه میشیم. اما از دمای 4 درجه به بعد دیگه مولکول ها به دلیل افزایش دما جنب جوش بیشتر، فضای بیشتر اشغال میکنن و این باعث میشه که افزایش حجم مشاهده بشه. یه مقداری درسمون تا رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها خواهد بود، اما یه مقدار راجع به قلمروهای الکترونی و شکل ها صحبت میکنم، چون توی مبحث بعدی ما شدیداً بهش نیاز داریم. گفتیم که اگر دو تا قلمروی الکترونی باشه، شکل ما میشه خطی. مولکول CO2 رو به ما دادن، از ما میپرسن که اطراف اتم مرکزی چند تا قلمرویه. ببینید، شما برای اینکه بفهمید مولکول قطبیه یا قطبی نیست، بهتره تشخیص بدید این مولکول متوارد یا متوارد نیست. اگر توارد داره، پس توزیع حبر الکترونی در کل ساختار یک نواخته. اگر توزیع حبر الکترونی یک نواخته، پس در مولکول قطبیتی وجود نداره. اما اگر توارد نداره، توزیع حبر الکترونی یک نواخت نیست، پس در مولکول قطبیت وجود داره. خب ما چطوری بفهمیم؟ اولا میخوام سریع بفهمیم، اولا اطراف اتم مرکزی چند تا قلمرو داریم؟ بعد این قلمروها یه جورن، متقارنن یا یه جور نیستن؟ یه فرمول داریم، این فرمول بالای 90 درصد مولکول ها رو جواب میده. حالا یه چند تا جواب نمیده، خب اون دو سه تا رو حفظ میکنیم. ما به کمک این فرمول میتونیم تعداد قلمروهای الکترونی رو اطراف اتم مرکزی محاسبه کنیم. البته من با این فرمول یه چیز دیگر رو هم محاسبه میکنم و اون تعداد اوربیتال هایی است که اتم مرکزی برای ایجاد این ترکیب استفاده میکنن. آره، اینو توضیح خواهم داد. اوربیتال های اتم مرکزی برای ایجاد این ساختار استفاده میکنه. خب اول چی می‌نویسیم؟ تعداد الکترون های لایه ظرفیت اتم مرکزی. بعد ببینیم اینجا چی می‌نویسیم؟ تعداد اتم های تک ظرفیتی متصل به اتم مرکزی، منهای بار الکتریکی کلش تقسیم بر 2. اتم های تک ظرفیتی 5 تا هم، هیدروژن و فلور و کلور و بروم و یود. یعنی اینها تو لایه بالانسشون یه تک دارن. فلور درست 7 داره، ولی یعنی 7 تا یکیش تکه. کلور 7 داره، یکیش تکه. هیدروژن یکی داره، هم یکی هم تکه. خب الان من میخوام برای مولکول CO2 محاسبه کنم. اتم مرکزی ما کربونه و گفتیم میشه 1s2 2s1 2p3.
گفتی بالاتی برانگیخته پیوندیم دیگه، یک استو دو استو دو پی دو رو فقط تو سی او دو داریم. شما هر کجا برای هر مولکولی که میخوای ساختار رسم کنی کربن میشه یک استو دو استو یک دو پی سه، این بهش میگن حالت برانگیخته، حالت پایدار نیست. دو پی سه. خب تعداد الکترون های ظرفیتی برای کربن تو لایه آخر چند تا؟ چهار. تعداد اتم های تک ظرفیتی متصل ما اینجا نداریم، صفر. بار الکتریکی نداریم، صفر. چهار تقسیم بر دو میشه دو. پس ما الان اطراف اتم مرکزی چند تا قلم رو داریم؟ دو تا داریم. پس کربن رو میذاریم یک دو. حالا دو تا قلم رو داریم، هر دو تا قلم رو هم مشابه هم. حالا من بقیه ساختارش فعلا کار ندارم، میخوام قطبی نقطیشو بگم. هر دو تا ساختار مشابه هم، سی او سی او و تقارن داره. اگه تقارن داره پس این مولکول میشه ناقطبی. اما حالا میخوام شکلش هم رسم کنم. تعداد قلم رو هم چند تا شده؟ دو تا. تعداد اوربیتال هایی که اتم مرکزی به کار میبره هم دو تاییه. اتم مرکزی شما تو لایه آخر چند تا اوربیتال داره؟ چهار تا داره. از این چهار تا چند تا رو به کار برده؟ دو تا رو به کار برده. این دو تا رو جدا کن. خب چی میمونه؟ دو تا تک میمونه. به ازای هر تک یه پیوند دوگانه داریم. تموم شد برد ساختارش بدش. به ازای هر تک یه پیوند دوگانه داریم. مثلا مولکول SO2 تعداد الکترون‌های ظرفیتی لایه بالا 6، تعداد اتم‌های متصل تک ظرفیتی 3، بار 3 تقسیم بر 2 3. 3 تا قلمرو داره. ما 3 تا قلمرو رو گفتیم مثلث هم پای تخته است. مسطر 1 2 3. این 3 قلمرو، این سه قلم رو. خب چند تا او داریم؟ دو تا. خب بالا چی؟ اگر قلم رو داری اتم نداری میشه جفت آزاد. اگر قلم رو داری اتم نداری میشه جفت آزاد. هر مولکولی که روی اتم مرکزی جفت آزاده بود بیه این بر برگه. بله. خب حالا S 16 میشه 1S2 2S2 2 P6 3S2 3P4. این آرایش لایه آخرش. خب چند تا قلمروها چند تا شد؟ 3 تا. اوربیتال های مصرفی چند تا شد؟ 3 تا. 3 تا اوربیتال جدا کن. چی مون؟ یه اوربیتال تک الکترونه. به ازای هر اوربیتال تک الکترونه یه پیوند دوگانه داریم. نخواستی از این قسمت آخر بری؟ یه جمله دیگه میگم. اگر اتم مرکزی به او وصل بود و قلمروها از 4 کمتر بود، اختلافش تا 4 میشه پیوند دوگانه. S به O وصله، قلمروها 3، اختلاف تا 4 میشه 1، پس 1 دوگانه است. کربن به O وصله، قلمروها 2، اختلافش تا 4 میشه 2، پس 2 تا پیوند دوگانه است. خب بریم سراغ مولکول آب رو رسم کنیم. O تو لایه بالانسش 6 تا داره. اتم های تک ظرفیتی متصل دو تا. بار نداریم. پس میشه چند تا؟ 4 تا. 4 تا میشه چی؟ 4 بچه. پس یکی بالا، یکی از ما دوره، یکی به ما نزدیکه. دو تا رو صفند. این مولکول ها. خب تو چند تا هاش داری؟ دو تا هاش داری. یک هاش،
دوهاش. خب قلمروهای دیگه چی هم؟ اگر اتم نداری میشه جفت الکترون آزاد. شما همه این مولکول ها رو بارای 99 رو در درصد مولکول ها رو با این فرمول میتونی رسم کنی. نه، اگر هر چهار تا مثل هم باشه میشه متقاره. الان شما هر چهار تا رو مثل هم ندارید، دو تاش اوهاش هست، دو تاش آزاده هست، این در مولکول تقارن ایجاد نمی کنه، میشه مولکول، مولکول چی؟ نابود. تا این بده؟ تمام شد. خسته نباشید، دستمون تا رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها.